مقالم نوشتم شهروند پارسا، شما ببینید چند تاشون اتنیک هستن، همهشون بالای 400 خورده هزار دلار که ببینید تو خود شهرداری، بسیاری از این کسا هستن که اکثرا غیر اتنیکن، یعنی فکر کنم به غیر از حرفه پزشکی که خب در حال از اقلیت ها هستن توش، باقی جا اقلیت ها نیستن اصلا، یعنی سیستم بهشون علارغم این که ادعا میکنه اطمینان نداره. خب آقا اینا فرقی نمیکنه که اگه قراره که آقا ایران بده میگیم آقا جون به پارتی بازیه، وقتی میگیم آقا آقازاده است خب اینجا هم آقازاده است، منتها اینجا آقازادهش با کرواته. قراره اگه قراره باید به کسی داد که صلاحیت داشته باشه، صالح‌تر، دانشمندتر، عالم‌تر. بنابراین نبایستی سکوت کرد و واقعا روی یکی تکس رو بایستی وایساد و نبایستی هم تصویرش بکنن، چون قرار نیست. میگن آقا 10 میلیارد دلار ما جمع میکنیم ایجاد کار میکنیم. آقا جان لطف کنید، شما نمیخواید ایجاد کار بکنید. از معلوم هم نیست. آردی اونتاریو یکی از استانهایی که بیشترین کارها رو از دست داده به دلایل همین وابستگی بیش از حدش به صنایعی که صنایعی هم که میدونید که صنایع اتومبیل سازی که وابسته به بخش خصوصی آمریکاست. یعنی کشوری مثل ایران که دازه جهان مثلا پیشتر رفته است، حالا چه عرض کنیم، خودش صنایع اتومبیل سازی داره، بسیار از کشورها دارن، ولی خود کانادا نداره. و به خاطر همینه که هر وقت اراده میکنن یک کمپانی جی ام میبندی و میبینی 5000 نفر بیکار میشن. یه شهری اصلا شهری که آبادانه مثل سنت توماس یوی به یک دونه دهکده سوتوکور تبدیل میشه. در حال بحث امشب ما هستش که آیا با افزایش 8% روی جی اس تی به 13% توسط دولت لیبرال دالتون مگنتی موافقید یا نه. اگر نظری دارید که لطف کنید با تلفن هایی که روی صفحه هست یا ایمیل یا پیامگیر بگید که خوشحال میشیم. خدمت شما عرض کنم که در حال اگر کسی بودش که ما صحبت میکنیم، ولی در این حال بد نیستش که بریم به یک مسئله دیگه بپردازیم. دولت مایکل ایگناتیوف، لیبرال های کانادا، فدرال ها، به اصطلاح هارپر و کانسرواتیوها رو متهم کردن که یک اعلامیه‌ای رو دادن بیرون، اعلامیه تبلیغاتی رو دادن بیرون که روش نوشته که روش متهم کردن که هیچ کسی به غیر از چه کسی از به اصطلاح لیبرال پارتی متهم کردن به لیبرال ها رو به این که به یهودی ستیزی متهم کردن که باعث خشم لیبرال ها شده و آقای جو واپل نماینده لیبرال از منطقه لارنس اگر اشتباه نکنم، در حال اگلینتون و لارنس و یانگ، ایشون هم به شدت خشمگین شده و جواب هارپرینا رو داده. ولی یه نکته جالب در مورد آقای جو واپل بگم که ایشون جزو کاندیداهای رهبری حزب لیبرال بود در سال 2008، اوایل 2008 اگه اشتباه نکنم، آخر 2007 بود، 2008 که مایکل ایگناتیوف مجبور شد استعفا بده به دلیل اینکه توی انتخاباتش کسایی که توی دفترش ثبت نام کرده بودن به عنوان حامیاش، مثل که حداقل یکی کسی بودش که با شناسنامه مرده ثبت نام کرده بودن. یعنی در حال هرچی از این سیاستمدارا که میریم مثل که فرقی نمیکنه کجای دنیا هستی، فقط گفتم تفاوت عمده‌ای که کانادا داره اینه که کانادا کشور قانونمندیه و این تفاوت مهمیه. به همین دلیل هم بایستی مردم حضور داشته باشن، نظراتشون رو بگن نگن، بابا خودشون هر کاری میخوان میکنن. اگر مردم نظراتشون نگن اونا هر کاری خواهند کرد. ولی در حال نکته ای که هستش اینه که مایلم صحبت کنم در مورد مسئله دوگانه بودن برخوردهای کانادا در مورد مسئله حقوق بشره. ببینید ما همون جوری که از مواضع دولت محافظه‌کار آقای هارپر در مورد نقض حقوق بشر ایران ما حمایت میکنیم، یعنی تشکر میکنیم از ایشون، ولی در این حال اینکه ایشون به قول معروف میادش و میگه که ما تنها کشوری هستیم که ما با افتخار ما از اسرائیل حمایت میکنیم، این به نظر من، نظر شخصی خودمه، نظر تلویزیون نیست، نظر خودمه، به نظر من اصلا درست نیست. چون دولت اسرائیل هم مثل دولت جمهوری اسلامی یک دولت ایدئولوژی مذهبیه
دولتیه که